یعنی یه چیزی حدود زیستشون بین 60 تا 70 درصد بوده. برای سه رقمی دولتی هر رشته دوست دارید، من قول بهتون میدم بین 30 الی 60 درصد با این روش رشد میکنید. زیست رو دست کم نگیرید. بچه ها، این کارنامه کنکور 1400 برای بچه های تجربی، حدود رتبه هم 1000ه، یعنی تقریبا سه رقمی، و اینکه مال منطقه یک هم هست، یعنی یه منطقه سختی رو انتخاب کردم. من میخوام یه نتیجه گیری کنم از این کنکور. بچه ها درصدهای زیستشون رو نگاه کنین، درصدهای زیستشون رو نگاه کنین، 57، 52، 64، 64، 74، 57، 65، 75، یعنی یه چیزی حدود زیستشون بین 60 تا 70 درصد بوده. 60 تا 70 درصد بوده. خیلی مهمه که تو زیست شناسیت رو بالای 60 بزنی. اگر زیستت رو بالای 60 بزنی و حتی 70 مثل اینجا، اجازه داری درس دیگه ای رو چیکار کنی؟ کم بزنی. ببین این اجازه رو بهت داده. ولی اگر نه، مثلا یه درسی مثلا یه چیزی حدود 52 بزنی، اینجا رو نگاه کن، 52 بزنی، تو مجبورت میکنه که درسای دیگه رو چیکار کنی؟ متوسط بزنی، یعنی درس پایین نداشته باشی. به این ریاضی نگاه نکنی، یا ریاضی 1400 سخت بوده، همه توی یه رنجن تقریبا به جز ریاضی. مجبورت میکنه درسی مثل فیزیک و شیمی که معمولی بود سوالاتش رو، باید متوسط بزنی. پس چه نتیجه میخوام بگیرم؟ نتیجه گیری من اینه که اگر درسی تو اختصاصی ها ضعیف هستی، خب سعی کن زیستت رو ببری بالای 70 درصد، 72 درصد، 74 درصد، 75 درصد، تو این رنج. اوکی، میتونی اون وقت مثلا فیزیکی که ضعیف هستی رو بزنی 20 درصد یا بزنی 10 درصد. این تازه برای چیه بچه‌ها؟ این برای سه رقمی دولتی هر رشته‌ای دوست داریه. اوکی، حواست به این قضیه باشه. این برای سه رقمی دولتی هر رشته دوست داری، دندون، پزشکی، دارو، هر، حتی بعضی از این رشته ها دانشگاهی تاپ به کشور. این هست. پس زیستتون، صحبت انتهای نتیجه گیری این بود که زیست رو دست کم نگیرید. بچه ها، بچه هایی که الان خودم دارم مشاوره و کوچینگشون رو انجام میدیم تو مجموعه ما هستن، من روزای زوج یه آزمون جامع زیست دارم ازشون میگیرم. شما میتونی همین کار رو از خودتون بگیرید. من از کتابی که دارم میگیرم، زیست جامع، از کتاب 1000 تست امورلو. بچه هایی که مشاور دارن و یا نمیتونن حالا مشاوره بگیرن و اینجور چیزا، و حتماً 1000 تست رو تهیه کنن، روزای زوج بیان یه دونه آزمون از این بگیرن، تحلیلش رو انجام بدن، و وقتی که تحلیلش رو انجام دادن، برن یک فصلی که مشکل دارند رو پیداش کنن و اون رو توی یک روز و نیم، یعنی روز فرد، برطرفش کنن و دوباره یه آزمون جامع بزنن. من قول بهتون میدم بین 30 الی 60 درصد با این روش رشد میکنید. مطمئن باشین. چرا من این حرفو میزنم؟ چون اگر شما 1000 تست 20 آزمون داره، 20 آزمون 1000 تست، 20 آزمون جامع، 10 تا آزمون جامع مال مجازمون داریم که جمعا میشه 30 تا. من الان دارم این 30 تا رو از بچه‌ها میگیرم، 30 تا آزمون. شما اگر نصف سوال که میشه 1 درصد، هر آزمون فقط نصف سوال، بدتر از این هست؟ بعد از 30 تا آزمون یه چیزی حدود چند درصد میشه؟ 30 درصد میشه. و در آقا یه خورده حالتو بهتر کنیم، و اگر شما تو هر آزمون یک سوال به درستاتون اضافه کنی، میشه 2 درصد.
و بعد از 30 تا آزمون میشه 60% رشد و اصلا درصد کم نیست. پس دست کم نگیرین آزمون های جامعه زیستو. این دوتا کتاب رو من دارم الان آزمون میگیرم، رفع اشکال میکنیم، بچه ها با کوچاشون اون فصله رو انتخاب میکنن، با کوچاشون این فصله رو انتخاب میکنن و یواش یواش رشدش میدن. مواظبت کنین از خودتون، حتما اگه سوالی هم دارین داخل کامنت ها. مرسی.